نگاهی به چند خبر کوتاه. مناطقی در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق و همچنین سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته است. شورای امنیت دولت کردستان عراق در بیانیه اعلام کرد که در حمله به اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 نفر زخمی شدند. ساعتی پس از آن مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق این حملات را محکوم کرد و گفت که در این حملات چندین غیر نظامی کشته و زخمی شدند. دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از نقض‌های فاحش قوانین بین‌المللی انسانی در نوار غزه، برقراری فوری آتش‌بسی انسانی در این منطقه را جهت خاموش کردن شعله‌های جنگی گسترده‌تر خواستار شد. دبیر کل سازمان ملل با اشاره به اینکه شرایط انسانی موجود در نوار غزه با واژه‌ها قابل توصیف نیست، تاکید کرد هیچ چیزی نمیتواند مجازات جمعی را توجیه کند، در حالی که جنگ در غزه از 100 روز نیز گذشته، درگیری‌ها و نبردها و شلیک موشک ادامه داشته و نگرانی‌ها در خصوص احتمال گسترش دامنه جنگ در منطقه رو به افزایش است. منابع محلی و رسانه‌ای در کشور مصر از کشف یک مقبره 4500 ساله توسط باستانشناسان در این کشور که مملو از گنجینه‌های شگفت انگیز بوده خبر دادند. به نوشته رسانه‌ها، باستانشناسان مصری و ژاپنی به تازگی از یک مقبره مصر باستان که بیش از 4000 سال پیش در صخره تراشیده شده بود، رونمایی کردند که کشفی پیشگامانه محسوب می‌شود. محل این مقبره نیز در قبرستان صغاره واقع در 20 مایلی جنوب قاهره است. با ورود جبهه هوای سرد به ایران، شاهد ریزش برف و ادامه بارش‌ها در مناطق مختلف کشور بوده ایم. ارتفاع برف در برخی مناطق 2 متر رسید. بارش سنگین برف باعث مشکلات تردد و بسته شدن جاده‌های حدود 240 روستا فقط در آذربایجان غربی شده است. در برخی مناطق خانه‌ها و خودروها در زیر انبوه برف مدفون شدند. در برخی مناطق همانند آستارا که دمای هوا کمی بیشتر سرد است، با شدن برف‌ها شهروندان در رفت و آمد دچار مشکلات فراوانی شدند.